قلب های که بدور از افغانستان برای این سرزمین می تپند و گلوهایی که می خواهند تا حد امکان صدای خفه شده هموطن افغانستانی را فریاد بزنند. برای زنان، بازگشایی مدارس و دانشگاه برای دختران. جمعی از دختران و پسران جوان افغانستانی در شهر هلسینگبوری سویدن دور هم آمدند تا صدای خفه شده اعتراض مردم افغانستان را بلند کنند و از کشورهای جهان بخواهند تا مردم این کشور را در چنگال دیکتاتوری طالبانی رها نکنند. این جوانان پیشینه زیادی از زندگی در افغانستان ندارند و حتی در کشورهای دیگر به دنیا آمدند. اما درد و فریاد هموطنانشان را به خوبی میشنوند و تشخیص میدهند. گروه مقاومت مهاجر زمان شورش جدید طالبان در افغانستان تشکیل شد و این گروه شامل 17 تا 20 جوان هستیم که در این گروه فعالیت داریم و هدف این گروه، هدف خب خود ما نیستیم، هدف اصلی است که مردم به حقشان برسن، صدای مردم باشیم، صدای بی صدایان باشیم. این گروه تا کنون در چندین شهر بزرگ سویدن تجمعاتی برگزار کردند که با سخنرانی، شعار، موسیقی و تئاتر همراه بوده است. میگویند تا رسیدن به آنچه که حق مردم افغانستان هست ادامه میدهیم. ولی میتونیم تظاهرات از طریق شبکه های اجتماعی باشه، میتونه اینفلوئنسر های ما، میتونه خوانده های ما، میتونه به شکل متفاوت صدای مردم ما را به جهانیان برسانه. پرچم چیکار کنیم بچه ها؟ این پرچم بزرگ بلنده. این جوانان هر کدام از توانایی و حرفه‌شان برای حمایت از گروه و ادامه فعالیت های آن استفاده می کنند. یکی خیاط است، دیگری هنرمند، دیگری هم آوازخوان. همه تلاش می کنند تا از امکانات فردیشان برای ادامه راه مایه بگذارند. ما مردمان 20 سال پیش نیستیم، ما زنایی داریم که شجاعتر از 20 سال قبل هستند، زنانی داریم که دارن مقابل اسلحه وای میسن و قشنگ روبروی طالب وای میسن و گپ میزنن و از حقوق خود دفاع میکنن. ما افغان ها نه به طالبان. در حالی که طالبان حتی حق آموزش را از دختران افغانستان گرفتند و تلاش دارند تا زن افغانستانی را به عروسک پستوی خانه تبدیل کنند، اینجا اما دختران و پسران کنار هم می نشینند و برای مبارزه با تاریکی و سکوت برنامه می ریزند. نیلوفر لنگر، هلسینگبوری.